بله، همچنان با شما عزیزان هستیم. وقت برنامه ما هم دیگه تا گزارش همایون افغان همه قدر بود، چرا که ما 15 دقیقه اخیر برنامه را خاص اختصاص دادیم به بخش باستاب کرونا که تماس های شما عزیزان را داشته باشیم. مجبور گزارش افغان را قطع کردیم. شما میتونید کامل گزارش افغان از چینل یوتیوب آریانا بیننده باشین. حالا بخش باستاب کرونا است. خوش آمدید میگم شما عزیزان را و میتونید در ارتباط با سوالاتی که ما هر روز طرح کردیم و همراه شما عزیزان شریک میسازیم، امروز هم نظراتتون همراه ما مثل همیشه شریک بسازین. اولین سوال با هم ببینیم که در ارتباط بر چی هست. اولین سوالی که ذکر کردیم و همراه شما عزیزان شریک ساختیم، آیا حیوانات خانگی به ویروس کرونا مبتلا می شوند یا خیر؟ سوالی است که همراه شما عزیزان شریک ساختیم. پس زنگ بزنیم به 0700 111 130. ما منتظر تماس های شما عزیزان هستیم و منتظر نظرات نیکتان در این راستا. بله بیننده های عزیز، زمانی که شما تماس میگیرین کوشش بکنین که موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما را بتانیم که بهتر در برنامه داشته باشیم، و لطفا صدای ما را از طریق تلفنتان بشنویم نه از طریق تلویزیون، چرا که با سبب خواهد شد ما تماس شما را قطع بکنیم و مشکل در صدا ایجاد میشه. تماس داریم، ببینیم که کدام بیننده عزیز ما از کدام منطقه زنگ زدن و در رابطه با سوالی که ما از شما عزیزان میخوایم پرسان بکنیم که آیا حیوانات خانگی هم امکان داره که به ویروس کرونا مبتلا شوند یا خیر؟ ببینیم که بیننده عزیز ما در رابطه با این سوال ما چی جواب دارن و پاسخ مشخصشان چه هست. بله. و تماس بیننده عزیز ما هم همین لحظه وصل شدن، ببینیم که گفتنی هایشان در رابطه با ویروس کرونا چه هست. سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه صبح و زندگی. صدای مرا دارین بیننده عزیز؟ بله آره. بله، صدای شما را میشنویم. بسیار خوش آمدین به برنامه. سوال ما را گرفتین؟ خب تماسشان قطع شد و بازم روی جان این مشکل بود که بله. تلویزیونشان بلند بود و ما صدای خودم میشنیدم از طریق تلفنشان نه صدای بیننده عزیز ما. بله دقیقا، صدای تلویزیونتان کاملا پخش کنید، سایلنت بانین، فقط صدای ما را از طریق تلفن‌های همراهتان بشنوین و موقعیت خوبی را اختیار کنید تا که تماس شما که به خیلی سختی رخ میشه همراه ما وصل میشین، حداقل ما صدای شما را بهتر داشته باشیم. در ارتباط با سوال ما زنگ بزنین و نظرتان همراه ما شریک بسازین. آیا حیوانات خانگی با ویروس کرونا مبتلا میشوند یا خیر؟ حالا هم تماس داریم، ببینیم کدام بیننده عزیز ما هستن. عبدالوهاب عزیز از پل خمری همراه ما به تماس شدن. سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. سلام و صبح بخیر، تقدیم جوری خوب دو گزانزی موفق و تقدیم کارکنان تکنیکی تان که واقعا در صبح زود زحمات زیاد را متقبل میشن. سلامت باشین، سلام ما را پذیرا شوین و یک سلام پر از وفا و صمیمیت با تمام شهروندای کشور ما، با تمام کسانی که در گزند حوادث همیشه در امان باشن. خدا پاکتور صحتمند باشین با امید صحتمندی همه شما و در جنگ و حوادث. سلامت باشین، تشکر. در ارتباط با بغلان شهر زیبای پلخمری خوش آمدین، خوش آمدین. در ارتباط با سوال ما نظر دیدگاهتان رو میخواییم داشته باشیم، آیا حیوانات خانگی هم با ویروس کرونا مبتلا میشن؟ خب قسمی که از ابتدا معلوم است از حیوانات خانگی مونده که حتی این ویروس از حیوان شروع کرده و این ویروس پای نواست با خصوص اولین تفاصیلی از حیوان است و از پای نوا ویروس یک نوش که نمی کروناست از انسان به حیوانات ترک کرده. پس معلوم دار است که حتمی حیوانات هم نیکرد مبتلا میشن. تشکر برادر عزیز، تشکر از نظرتان، تشکر از تماستان، خدا نگهدار. بله برادر عزیز ما بود رستم جون از پل خمری به تماس شده بودم، واقعا نظرات خوبی داشتم و خیلی از برنامه و از ما تشکری کردن و همچنان به هم بیننده عزیز ما صحت و سلامتی هم آرزو داشتن. دقیقا روی جان، امیدوار هستیم در هر جایی که هستن صحتمند و سلامت باشن بیننده های عزیز ما. و در رابطه با ای که آیا حیوانات خانگی امکان داره که با ویروس کرونا مصاب شوند یا خیر، در این زمینه یک سلسله تحقیقات صورت گرفته، ولی تحقیقات کامل صورت نگرفته. بله. ولی بعض حیوانات که در باغ وحش در بعض از کشورها نگه داری می شدن، بعض خبرهای نشر شده بود که حتی ببرها هم مبتلا شدند به ویروس کرونا. و فعلا هم تماس داریم، بیننده عزیز ما از شهر کابل تماس گرفتن. سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدید به صبح زندگی. سلام، وقت
وقت شما هم بخیر. مرسل محمدی اسم از سال بدن باشدیم. بسیار خوب مرسل جان. سوال ما ای است که آیا حیوانات خانگی امکان داره که به ویروس کرونا مبتلا شوند یا خیر؟ نظر شما چی است در این رابطه؟ نظر ما در برای است که وقتی که حیوانات در بیرون چیز را که میخورن و ما که به دونا دسترسی داریم به دونا انتقال کنه، چون که اونا در بیرون میخوان چیزا را با ما در خانه میباشیم و از اونا استفاده میکنیم و اونا میشه که به ما انتقال کنه میتونه. بله، پس دید شما ای است که حیوانات میتونن منتقل بکنن ویروس کرونا را به انسان ها و خودشان هم مبتلا میشن، درست؟ بله. خب بازم تشکر میکنم از تمام شما به برنامه و از اینکه نظرتان با ما بیننده عزیز شریک کردین. وقت خوش برتان میخوایم. بله، مرسل جان محمدی از کابل همراه ما به تماس شده بودن و نظرات خوبی داشتن در ارتباط به سوالی که ما طرح کردیم. حالا هم سوال بعدی را با هم میبینیم که چی هست. آیا ویروس کرونا برای مادر حامله و نوزادش خطرناک است؟ زنگ بزنید و نظرتون همراه ما شریک بسازید. موضوع خیلی مهمی است و ما میخواییم بفهمیم که چقدر هموطنان عزیز ما و کسایی که زنگ میزنن همراه ما نظرتون رو شریک میسازن در این راستا معلومات دارن. پس بین معلومات خوبتان همراه ما و بیننده عزیز ما همچنان شریک بسازید. بله رویا جان، در رابطه با این سوال جالب، بعض تحقیقاتی که صورت گرفتن نشان بله. داده که مادر که در بطنش طفل داشته باشه و حامله باشه، خودش اگر به ویروس کرونا مبتلا شوه، امکان داره که طفلش کاملا صحتمند باشه و اصلا مصاب به ویروس کرونا نشه. ولی بعض اطفالی که تازه به دنیا آمدن، پس از به دنیا آمدن مصاب به ویروس کرونا شدن که در این زمینه تحقیقات صورت گرفته بله. و گفته شده که احتمال داره که پس از تولد اینا مصاب شده باشن. بله. بازم تماس داریم ببینیم که کدام بیننده عزیز ما روی خط تماس هستن. بله. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. خوش باشی برکلار روحانی سم از الویت علمان مشمولتان. بسیار خوب، خیلی خوش آمدین به برنامه. به نظر شما آیا مادر که طفل در بطنش داشته باشه امکان داره که مصاب به ویروس کرونا شه و چقدر بر مادر و طفل خطرناک می باشه؟ بله، یه از رای پلاسنتا انتقال میشه از مادر به بچه و از بچه به مادر، چرا که ایج غذایی مواد انتقال میکنه. بازی خاطر ای زنوس است، یعنی از انسان به حیوان و حیوان بر انسان انتقال میشه. از نظر خودت خطرناک است به مادر و طفل؟ بالکل خطرناک است، چرا انتقال میشه از رای مواد غذایی. بله، بسیار تشکر از تماس شما، سلامت باشین، وقت خوش برتان میخوایم. بله، واقعا موضوع خیلی مهمی است که باید مادران عزیز متوجه از این موضوع باشن و وقتی که در دوران بارداری هستن و متاسفانه یا نخواسته اونا دیگه حالا مصاب میشن به ویروس کرونا، باید خیلی مراقب غذاهایی باشن که استفاده میکنن، مراقب عزی باشن که چگونه باید بیه بیشتر خودش مراقبت های صحی و جدیتر در این راستا داشته باشه که تا بهتر شه. حالا اکثر از مادران حامله رو ما شاهد هستیم که نمیتونن از بعضی از دوا استفاده کنن، یا چربی خونی بلند دارن یا دیگه مشکلات دارن، حتی نمیتونن یک پاراستامول خیلی عادی رو استفاده کنن به خاطر که بالای ذهن طفلشون تاثیر منفی داره. باید مادرها خیلی مراقب دوره باشن، به خصوص در اوضاع کرونایی باید خیلی متوجه باشن، نکات سیر در نظر بگیرن، هر جایی نرن فاصله رو در نظر بگیرن تا که خدای نخواسته در دوران بارداری مصاب به ویروس کرونا نشه. هم درد زیاد داره، هم تشویش زیاد میسازه که به فکر میشن که خدای نخواسته طفلی که در بطنشانن مصاب به ویروس کرونا نشه، ولی اون مصاب نمیشه. وقتی که به دنیا آمد در آغوش گرفتن شاید اندکی و طفلتانه با مشکل مواجه بسازه. پس بله. بین قبل از اینکه مبتلا شوین وقایع را در نظر بگیرین تا که همیشه صحت مند باشید. دقیقاً رویا جان، من هم می‌خواستم همین موضوع را با بیننده عزیز شریک بسازم. قرار مصاحبه های مختلف در برنامه ها که ما با دکتر صاحبای بخش نسای ولادی داشتیم، اونا گفتن که تحقیق شده در این مورد که اگر یک مادر حامله باشه طفلش اصلا در جریان بارداری مصاب نمیشه، ولی زمانی که طفل به دنیا بیه امکان داره که لحظات پس از تولد طفلش مصاب به ویروس کرونا شه و امکان داره که از محیط این ویروس وارد بدن کودک شود. که در کل خوب است ما شرایط وقایعی رو در نظر داشته باشیم که نه مادر و نه طفل مصاب شود. دقیقاً رستم جان، حالا هم تماس داریم. فیض الرحمن از کاپیسا همراه ما با تماس شدن. سلام، صبح شما بخیر، تماس شما وصل است. بله، صدای ما را دارین؟ سلام، صبح شما بخیر. سلامت باشین آقای فیض الرحمن از ولایت کاپیسا به تماس شدین. شما خوش آمدین به صبح زندگی. در ارتباط به سوال ما چی گفتنی دارین؟ اولا در ارتباط به خاطر ویروس کرونا که از ما از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میشنویم که میگه
لا عدوى ولا طيارة في الإسلام. انتقال مرض الإسلام بالكل ناس فهمتي؟ یعنی انتقال ویروس اصلا امکان نیست، یعنی امکان نداره که انتقال پیدا کنه از یک فرد به فرد دیگر. متاسفانه تماسشان قطع شد و ما نتونستیم ادامه صحبتایشون رو داشته باشیم و ما بعضی سوال از اونا داشتیم، خب متاسفانه دیگه نتونستیم که تماسشون همچنان همراه ما داشته باشن، تماسشون ما داشته باشیم. در برنامه سوال بعدی رو میبینیم که چی هست. بهبود یافتن از بیماری کرونا چه مدت طول می کشد؟ زنگ بزنیم به 0700-111-130 و نظرتان در ارتباط به سومین سوال ما در بخش بازتاب کرونا همراه ما شریک بسازید. بله، سوال بسیار ساده است و مطمئن هستم هر هموطن ما که ویروس کرونا را تجربه کرده مطمئنن که می فهمه که چقدر مدت طول می کشد تا ما بهبودی کامل پیدا بکنیم. خب بهبود یافتن از ویروس کرونا در هر فرد متفاوت است، ولی تحقیقاتی که صورت گرفته گفته شده که احتمالاً پس از مدت 21 الی 24 روز کاملا نشانه های ویروس کرونا از بدن ما از بین میره و ما فرد کاملا صحتمند میشیم. ولی بعض از مشکلاتی که ما در جریان ویروس کرونا تجربه میکرده باشیم امکان داره که حتی تا 1 الی 2 ماه هم ادامه پیدا بکنه. مثلا بعضی کسایی که دچار ویروس کرونا به نحو بسیار شدید شده باشن ممکن است که کسالت و خستگی و عدم حس بویایی و ذائقهشان یک اندازه دوام پیدا بکنه که پس از گذشت زمان بهبود پیدا میکنه. بازم تماس داریم ببینیم که کدام بیننده عزیز ما روی خط تماس با ما هستن و فکر کنم که مژگان جان زنگ زدن به برنامه. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. بله، صدای ما را دارین؟ تماسشون قطع شده فکر کنم رستم جان، صدای ما رو ندارن. مژگان دیگه تماسشون رو ما از دست دادیم و نتونستیم صحبتشون در ارتباط با سوال ما داشته باشیم. وقت ما بسیار کم باقی مونده، بیاین زنگ بزنین در ارتباط با بهبود یافتن از بیماری کرونا چه مدتی رو در بر میگیره نظرتون رو شریک بسازین. حالا میگم وایس جان روی خط هستن. سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، خوش آمدی. نظر و دیدگاهی در ارتباط با سوال ما چی هست؟ از بیماری بهبود یافتن از بیماری کرونا چی مدت؟ بله جان، چی گفتنی داری؟ متاسفانه تماسشان قطع شد، وقت برنامه ما هم تمام شد. رستم جان دیگه نمیتونیم تماس بگیریم از بیننده عزیز ما را. خدا کنه همه تا صحتمند باشین، سلامت باشین، مراقب صحتتان باشین، لباس گرم بپوشین، از ماسک استفاده کنین، فاصله ها را در نظر بگیرین تا که مصاب به ویروس کرونا نشین. وقت لحظات بخیر، خداوند یار نگهدار همه ما و شما تا صبح روز پنجشنبه که بازم با شما ایزان خواهیم بود. و فراموش نکنین که مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان را امروز از شبکه جهانی آریانا به طور زنده ساعت 10 تماشا بکنین. وقت خوش داشته باشین، خدا نگهدار.